با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با آموزش ساخت ابزارهای قسمت اول. در همین قسمت اول میریم سراغ اینجا خود نویسی نمی کنیم. تو قسمت اول در مورد آماده سازی محیط برنامه نویسی با هم صحبت میکنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که وردپرس رو نصب کنیم. اون بحث شده و وردپرس که نصب کردید، بیاید سراغ برنامه ادیتورتون. من از آپتانا استفاده میکنم. فایل کانفیگ رو باز میکنیم، WP کانفیگ. چند تا چیز هست که باید بهش اضافه کنیم. یکی این که دیواگو میذاریم رو حالت ترو تا وردپرس پیغام خطا ها رو به ما نشون بده. دومین حرکت این هست که یعنی وردپرس رو میذاریم تو حالت مثلا اشکال زدایی، میگیم تو حالت برنامه نویسی هست. ثابت بعدی که باید استفاده بکنیم WP دیواگ دیسپلی هست. دیواگ دیسپلی با این ثابت به وردپرس میگیم که پیغام خطاها رو نمایش نده. اصطلاحاً ای بابا نمیشه زیر خواهم. خب ثابت بعدی اسکریپت دیباگ هست. وردپرس تو حالت عادی میاد ببینید این واسه که میگم دیسپلی دیباگ چی کار میکنه. مثلا همینجا تو همون مدیریت F12 بزنید، برید سورس، ببینید تمام چیزهایی که وارد کرده همه رو تو یک فایل قرار میده. تمام اسکریپت ها اینا رو نمیشه تو این حالت. بعضی موقع لازمه که ما اینا رو از حالت به تو این حالت نباشن، یعنی همون فایل ها رو تک تکی نشون بده که تو حالت غیر فشرده. واسه این حالت میایم اینجا یک ثابتی معرفی میکنیم به اسم اسکریپت underline debug. اینو میذاریم رو حالت ترو. خب حالا من یک بار دیگه رفرش میزنم اینجا. خب حالا میبینید فایل ها جدا جدا هستشون، تو حالت فشرده هم نیستن. اینجا رو داشته باشید. خب این از این مورد. میریم سراغ مورد بعدی. ببینید یک موقع برنامه نیستی ما نیازه که جلوی آپدیت شدن وردپرس رو بگیریم. واسه اینکه بتونه جلوی این مورد، خیلی هم رو سرعت هست. خیلی از بچه ها میگن، یه سری از بچه ها میگن چه میشه چه کاری انجام داد که مثلا موقعی که میریم مثلا تو صفحه پست ها مثلا اینجا مثلا میریم روی نوشته ها سریع تر انجام بشه، سریع اصطلاحاً بیاد بالا. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که چی رو از کار بندازید، آپدیت شدن از کار بندازید. تو سه حرکت از کار میفته. یکیش اصلیش اینه، یعنی آپدیت شدن هسته وردپرس رو میتونیم با این دستور از کار بندازیم. WP Auto Update Core میگیم هسته رو از کار بنداز. اصلا آپدیت هسته رو از کار بنداز. اینو ترو میکنیم، باشه فالسش میکنیم و حالا دیگه هسته وردپرس چک نمیشه واسه آپدیت و این خیلی کمک میکنه به سرعت بارگذاری اصطلاحاً وردپرس در مرورگر. یه سری از پلاگین هم هست که اونا رو باید نصب کنه. من اینا رو از قبل آپدیت کردم گذاشته باشه، دانلود کردم گذاشتم کنار. یکیشون دیباگ بار هست که میتونید از این آدرس بگیریدش، wordpress.org plugins debug dash bar. این یکی از پلاگین ها. این از پلاگین ها بقیه شون هم تقریبا از همین خانواده دیباگ بار هستن. دیباگ بار کنسول، دیباگ بار کرون، دیباگ بار اکستندر. میتونید دیولپر رو نصب کنید. این همه اینا رو از اون طریق میتونید برید با دیولپر نصب کنید. من ترجیح میدم جدا جدا نصب کنم. فیک پرس هم واسه ساخت پست و کامنت اصطلاحاً یک محتوای الکیه واسه اینکه بتونیم برنامه نویسی بکنیم. و RTL تستر که جلوتر بهش نیاز پیدا میکنیم ازش استفاده میکنیم. و من همه اینا رو نصب میکنم. دیباگ بار، دیباگ بار کنسول، دیباگ بار کرون، دیباگ بار. واسه اینکه اینا رو چی کنید نصب کنید مثلا دیباگ بار کنسول، کافی همین اسمشو بذارید داخل مرورگر. اینجا دیباگ بار دیگه، درسته؟ آخرش دش دیگه میذارم و نویسم کنسول. حالا کنسول رو واسم میارم، میتونم اون رو اصلا دانلود کنم و نصب کنم. اون یکی
کرون هم همینجور اکستندر هم فقط کافیه بعد دیوار با کرون یا اکستندر رو بنویسید تو آدرسش ظاهر میشه و میتونید اونا رو نصب کنید. پس شدن تا اینجای کار 5 تا پلاگین: دیباگ بار، دیباگ بار کنسول، دیباگ بار کرون، دیباگ بار اکستندر و فیک پرس. فیکر پرس ببخشید. میرم به پوشه پلاگین هم اینجا پیستشون میکنم، همه را از حالت فشرده خارج میکنم. میرم به صفحه مدیریتم، افزونه های نصب شده، دیباگ بار رو فعال میکنم. اینا اگه پیغام خطایی داشته باشه کارمون این قرمز میشه، میتونه پیغام خطا رو متوجه وجود داره و میتونیم همونجا بخونیمش. دیباگ بار کنسول، خب اینجا کنسول رو برای من اضافه میکنم. میتونیم یه سری از دستورات اینجا بنویسیم و خروجش رو تو آوتپوت اینجا ببینیم، به درد میخوره. من برمیگردم. دیباگ بار کرون این جلوتر به درد میخوره، فقط اینو بدونید. دیباگ بار کرون واسه این کرون یعنی اینکه یه سری کارا رو ما بیایم اتوماتیک بکنیم. این دیباگ بار کرون با ما کمک میکنه که اصطلاحاً اون عملیات هایی که واسه اتوماتیک شدن، یعنی پیش بیاید شما چیکار میکنید، میاد مثلا به ورد پرس میگید هر یه ساعت فلان کار انجام بده، هر روز مثلا اینجا داریم، اینجا گفته کرونایی که ثبت شدن یه روز و روزی یک بار و روزی دو بار و ساعتی یک باره. خب باید میایم به سری از کارهامون رو میایم اینجوری میکنیم، مثلا میگیم فلان فایل رو هر یه ساعت یه بار اجرا، هر فلان فانکشن رو هر دو ساعت یه بار، یا مثلا فلان تاریخ اجراش بکن. اینو بهش میگن کرون، یعنی اتوماتیک سازی. خب حالا میایم بخشید یه برگشت میزنم و اکستندر هم شرفش بزنم چون این فار اکستندر هم خب یه سری چیزها رو به دیباگ بار اضافه میکنه. ببینید پروفایلر چقدر حافظه مصرف شده و اینجور چیزها رو میتونم اینجا ببینید. واریبل لوکاپ و یه سری اینجا توضیح داده که چطوره میتونید از واریبل لوکاپ استفاده کنید. آبجکت کش که مثلا دقیقا هر چیزی چقدر اصلاً کش شده تو آفیس WP کوئری هم خب از قبل داشته باشه. کوئری ها اینجا میتونیم ببینیم که دقیقا چه دستورات دیتابیسی اجرا شده. اینا همشون به درد میخورن. این بالا هم خب میبینید که چقدر مموری استفاده شده، ورژن MySQL، ورژن PHP و نام سیستم رو من اینجا میبینم. فیک پرس رو فعال میکنم. خب بعد از اینکه فیکر پرس رو فعال کردید برید داخلش. اینجا ما میام داخل پست. خب این بخش میتونم پست بسازم. خب کار خیلی راحته. اینجا یه بازی تاریخی میدید از فلان تاریخ تا فلان تاریخ. سعی کنید اصطلاحا یک سال یک سال باشه. اصطلاحا اینجا میگیم که از 2015 مثلا تا فلان این کار رو برای ما اصطلاحاً انجام بده. فکر کنم اینوری تاریخ اول. حالا ما چون همیشه تولت انگلیسی از این استفاده کردم، حالا مثلا میتونیم اینو 2016 کنیم بدون اینکه بله این تاریخ شروع، این تاریخ پایان. اگه از حالا تولت فارسی راست به چپ استفاده میکنید، اینجا هم پست تایپ ها بذارید روی همون نوشته ها بمونه، پست تایپ دیگه استفاده نکنید. اینجا فیچرد ایمیج ریت اصطلاحاً زیرش توضیح داده که 75% اینجا به درصد، اینجا بگیم 75% پستایی که واسه ما میسازی تصویر خلاصه یا همون فیچر دیمج یا تصویر شاخص باشه واسه ما بسازی. میتونید اینجا اسم یوزر رو بدید، چند تا یوزر بسازید. خب اولین کاری که بکنید یوزر بسازید. اینجا خب اینجا به تعداد میتونیم بگیم که چند تا یوزر میخواییم. مثلا مثلا مینویسیم چجوری بگم، مثلا 20 تا یوزر رو میگیم واسه همون ثبت کن. خب رولشون رو میتونیم اینجا تعیین کنیم، مثلا بگیم آتر باشه، ادیتور باشه، ادمینستریتور توشون باشه، خودش پخش میکنه اتوماتیک. جنریتور که بزنید ببینید تا حالت اجکس رو شروع میکنه به اضافه کردن یوزرها و نتیجه ها این پایین به ما نشون میده. ببینید الان این مقدار رو ساخت میره، داره ادامه میده. این مقدار الان واسه من ساختشون. میرم سراغ پستام. پست هم به همین شکل تعداد پست ها رو اینجا وارد میکنید، از تاریخ فلان تا تاریخ فلان. سعی کنید یک سال با هم فاصله داشته باشن تا پخش بشه تو تاریخ های مختلف واسه تمرینمون لازمه. و بعد اینجا نام
یوزرها رو میتونید دونه دونه اضافه کنید، مثلا چند تا رو بهش میدم، همه رو ندید به یوزر، چند تا اضافه کنید واسه تمرینمون حتما لازم. خب حالا ویجت هایی که ما میخوایم بسازیم بعد از اینکه این کارا رو کردید، کافیه که پستاتون رو ساختید جنریت میکنید، کامنت هاتون هم به همین شکل کامنت ها رو هم میسازید، بعد از اینکه هم ببخشید یوزر و پست و کامنت رو ساختید، ما ببخشید کامنت ها هم برم بالا. خب اینجا تعداد کامنت ها رو ما اینجا معمولا 200 من وارد میکنم، 200 تا کامنت میسازم، میگه خودش پخش میکنه داخل همه پست ها. بعد از اینکه کامنت ها رو ساختید، پست ها رو ساختید و یوزر ها رو هم ساختید، خب حالا بعد بریم سراغ برنامه نویسیمون. ببینید چند تا ویجت میسازیم، یکی یعنی ابزارک میسازیم، یکیشون اینه که پستای اخیر رو بهمون نشون بده، پستای پرطرفدار رو بهمون نشون بده، کامنت های اخیر رو بهمون نشون بده، و در نهایت یکی از کاربران عزیز به اسم رضا یک درخواستی داشت برای یکی از ویجت ها، یک ویجتی که ابزارک بسیار حرفه‌ای، به کار ببریم اصطلاحا لفظ نادرستیه، یک ابزارک حرفه‌ای میسازیم برای افزودن تبلیغات به سایت، و در اونجا هم یا یه سری چیزهای خاص در مورد وردپرس رو یاد میگیریم، همه چیزو من با جزئیات میگم، این یک دوره کامله. پس برای که بتونید با قول معروف تو ابزارک ساختن همه چیزو یاد بگیرید، باید فقط کافی همین دوره رو ببینید. خب حالا نمیتونیم بگیم همه چیزو، ببینید تو همه جور ابزارک ما داریم، با دیدن اینجا منظور من از همه چیزه، یعنی شما با دیدن این دوره هر نوع ابزارکی رو دیگه میتونید تولید بکنید. خب اصل ماجرا رو اینجا دیگه یاد میگیرید دیگه، واسه ساختن ابزارکی دیگه فقط کافی قوه خلاقیت خودتون رو به کار بندازید تا بتونید انواع اقسام ابزارکا رو تولید کنید.